بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن مجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك بر شما این مجلس قرآن بود این منظری رحمان بود اینجا باجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. سورة بقره گفتیم که مدنی سورت بود و در 20 آیتش که باب اول حصه اول سوره بقره است، این بود که اول الله قرآن تعریف کرد و صفات کمالش بیان کرد و ای را گفت که هر وقت قرآن بیان شود مردم به سه فرقه و سه گروه تبدیل میشن. یک گروه کسایی است که کاملا قبول میکنن، اونا را تعبیر به متقیا کردن، متقین. صفاتشان در دنیا چیست و حکمشان چی است در دنیا و در آخرت چه حکم داره. دوم کافرهایی هستند که صراحتاً مخالفت میکنن، صفت از اونا را بیان کرد و حکمشان در دنیا چی بوده و در آخرت چی بود، این را هم گفتیم. و سیوم نوا کسایی هستند کافرهایی که در ظاهر مسلمان است ولی به صورت پنهانی کفر میکنن و مخالفت با قرآن، پیامبر و اسلام میکنن. هدف از این است، از این سه گروه مردم، که شما از جمله اولی باشید، یعنی متقیان شد. و الله به ما شما توفیق بده که از این جمله شد. اگر از جمله کافر صریح شدی خواهم میری جهنم اگر منافق هم شد. و اگر مؤمن کامل هم نباشی باز سرنوشتت معلوم نمی باشد کجا میری. در از آیت 8 گفتیم صفات منافقین الله بیان میکرد. منافق کسایی بودند که در مدینه بعد از جنگ بدر پیدا شدن. هر وقت مسلمان ها صاحب قوت و نظام باشن منافق پیدا میشن. و منافق عقیدتی گفتیم کسایی است که در ظاهر اظهار ایمان میکنن و عمل هم میکنن، نماز میخوانن، زکات میدن، جهاد میکنن، روزه میگیرن. هدفشان نیست که در جامعه اسلامی زندگی کنن و مو مزایا و فواید منافعی که در جامعه اسلامی است او را به دست بیارن. غنیمت است، نکاح کردن و عروسی کردن و وظیفه گرفتن و این هدفشان همی چیزا میبود. ولی ضررش به اسلام بسیار زیاد است، بخاطر اینکه تو هم در ظاهر میگم و ایمان دارم. و چرا این صفات الله بیان میکنه صفات منافق؟ هدف چیست؟ هدف چیست که شما این منافقان را بشناسید. هر وقت که اینی صفات ها در اینا بود، هر قدر که بگویم من ایمان دارم، شما باید اینا را بشناسید و فریب نخوره. یعنی هر کسی که دعوای ایمان کرد شما نگوین که زنده با. برای یه ذره تحقیق کنین، ببینین کارکردهایش را ببینین و اینا از اعمالشان هم شناخته میشه، از گفایشان هم شناخته میشه. هدف ایست که ما باید بشناسیم. 15 صفات منافقین را بیان میکند که بعض صفاتهایش تیر شد. در آیت 14 الله بعض صفات دیگه اینا را بیان میکند. پیش مؤمنین که میان میگوین ایمان داریم، وقت پیش کفار که میرن میگن ما به همراه شما هستیم. در این وقت با بالای مسلمان ها استهزا و مسخره هم میکنن. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وقتی که روبرو میشن با آن کسانی که ایمان آوردن یعنی با مؤمنین، قالوا میگوین همین منافقا از برای مؤمنین، امنا ما ایمان آوردیم، یعنی اظهار ایمان میکنن. یعنی ایجا به یک کلمه گفت و کل ایمانیات را بیان میکنن، قرآن صفت میکنن، پیامبر میگه اسلام دوست دارم، بسیار صفت میکنن. و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی که می روان به طرف شیطانایشان. شیاطین در اینجا مفسرین می گوید عبدالله ابن عباس و غیره
که هدف مشرکین بود. اینا خب بت عبادت نمیکن، مشرکین بت پرست و یهودی ها و نصرانی ها. پیش اونا که میرفتن چی میگفتن؟ قالو میگفتن، میگوین انا معکم، ما به امرای شما هستیم. یعنی عقیده ما، دین ما، آیین ما، فکر ما با شما. شیاطین سیک و عزیج از انسان ها تعبیر با شیطان شده. در قرآن بسیار جای دیگه میاد که شیطان ها دو نوع، یک شیطان جنی است، جن که ما نمیبینیم، دوم شیاطین انسی است. قسمی که در سوره ناس الله میگه قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. اون کسی که وسوسه میکنه در دل مردم از جنیات هست یا از انسان ها. یا در سوره انعام الله میگه و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الانس والجن. برای هر پیامبر ما مقرر کرده بودیم دشمنا از شیاطین، شیطان های انسی و جنی. در دیگه آیت ها من میتونه شیطان های انسی هم هست، شیطان های جنی هم، هر دوش وسوسه میکنه و گمراه میکنه، هر دو گروه هست. هم میگه وقتی که به طرف شیاطین میره، یعنی رؤسای کفار الله تعبیر با شیطان کرده، همین رئیسای کفار که در دنیا هست یا شیطان هست، کلانترین شیطان هست. قالو میگوین برای رؤسای کفار انا معکم، ما به امرای شما هستیم، عقیده و فکر یای ما. باز اینا از اونا پرسان میکنه خیلی در بین مسلمان ها چی میکنین؟ داد از اسلام میزنین؟ گاهی میگوین ما مجاهد هستیم؟ نه، یا خدا جهاد هم میرفتن. چی میگوین پیش کفار؟ انما نحن مستهزئون، جز این نیست، فقط امیس ما در بین مسلمان ها مستهزئون، استهزا و مسخره میکنیم مؤمنین را. ما که در بین از اونا هستیم و این که میگویم آمنا، ایمان آوردیم، نماز میخوانیم، مسخره میکنیم. یعنی این استهزا را چرا گفت؟ که خوب امی کفار خوشحال شود. این تو نگفت که ما به امرای از اونا نیستیم، حتی گفت ما مسخره میکنیم. یعنی ما اونا را فریب میتیم، توهینشان میکنیم، اونا نمیفهمن، میریم اون تو خوشحال شوند که این جماعت مؤمنین زیاد است. داد از اسلام میزنیم، داد از جهاد میزنیم، هدف ما استهزا است. هدف این گپ به کافرها گفت تا کفار خوب خوشحال شود، بگوید که آی به امرای ما. پس اصل منافق ما و شما دیروز هم خواندیم صفتش چیست؟ که با کفار میباشد. در آیت قبلی خواندیم که بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. منافق کسایی است که کافرها را چی میگیره؟ اولیاء و دوستا به غیر از مؤمن. مؤمن را ترک میکنه، کافر را دوست میگیره، یعنی دوستیش با کافر است. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. در اینجا الله جزایشان را بیان میکنه. الله متعال یستهزئ، استهزاء و مسخره میکند بهم، به منافقین، و یمدهم، و زیاد میکنه از برای از اینها، فی طغیانهم، در طغیان و سرکشیشان. یعنی امید طغیان از اینها را زیاد میکند. یعمهون، در حالی که سرگردان و پریشان زندگی میکنند. یستهزئ نسبت استهزاء به طرف الله شدگی است. این حقیقتن است. بعضی ها تعویل میکنن، میگنی استهزا کار شر است، خوب نیست، نسبتش به طرف الله کردن صحیح نیست. هدفش میگه است که یستهزئ یعنی جزا میده الله، جزا میده، چون که از جنس عمل است. او جواب گفتن ما استهزا میکنیم، الله هم گفت که یستهزئ، وگرنه الله میگه استهزا نمیکنم. یعنی این یک صفت است، الله برای خود ثابت کرده که من استهزا میکنم اینا را. ولی بعضی ها میگه این مناسب حال الله نیست. حال تو از الله که خدا میفهمی نه؟ الله خودش این نسبت به خود کده. در بسیار آیت های دیگه هم میگه که بسیار چیزهای دیگه را به طرف خود نسبت دادگیست. این حال ما حق نداریم که از پیش خود تعویل بکنیم، بگویم نه این کار صحیح نیست، یا مثلا الله نسبت دلالت داده. کذلک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. قسمی که درمی آیت نسبت دلالت در این صورت، در آیت 26 الله میگه که یهدی بی کثیرن، یضل بی کثیرن و یهدی بی کثیرن، گمراه میکنه الله. نسبت دلالت به الله شده، این حقیقتا است. استهزاء الله میکنه، ولی استهزاء کردن الله مثل استهزاء ما و شما که عبث و بیفایده باشه، ساتیری باشه، نیست. این صفت برای الله کیف ما یلیق فی شأنه، همون قسمی که سزاوار شأنش ثابت است. ما نه تعویل میکنیم و نه تعطیل و نه تشبیه، تشبیهش نمیکنیم. اگر بگوید چه قسم استهزاء، اینمی قسمیتش و کیفیتش نمیفهمیم چه قسم است. ما
ولی الله استهزا میکنه. و یمدهم یکی امد است، یکی مده، یکی لازمی است، لازمی با معنای زیادت میاد. مدن مده یمد و مدن و امد یمد با معنای مهلت میاد. اینجا با معنای زیاد، زیاد میکند الله از برای از اینها چیشان، طغیانشان. فی طغیان هم در سرکشیشان، یا مهون در حالی که سرگردان و پریشان هستند. یعنی یک صفت از این منافقا طغیان است، طاغی هستند. یعنی می که با مؤمنین سزا میکنه، این دلالت به طغیانشان میکنه. و دیگه عمها، عمها مفسرین میگه کوری را گفته میشه، یکی عمی است، عمی یا مو کوریه که در چشم است، چشمت نمیبینه. عمها مو کوری است که در قلب است. الله در اینجا میگه که اینا قلبا پریشان و سرگردان هستند. یعنی هیچ راه حق پیدا کردن نمیتونن. گاهی او سو میره طرف کافر، او که شکست خورد پس ایسو میره، ایسو نام نید، باز انتظار است که چی گب میشه. هر آن زندگیشان در پریشان تا اینکه دنیا میره. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اولئک اینمی کسایی که موصوف به می صفات هستن منافقین. الذین آنانی هستن اشتروا الضلالة، که انتخاب کردن گمراهی را، بالهدا در برابر هدایت. فما ربحت تجارتهم، فایده و نفع نرسانید تجارتهم، تجارت از اینا همی خرید و فروششان برشان نفع نرسانید. و ما کانوا مهتدین، و نیستن اینا هدایت شوندگان، راه یابندگان که راه را پیدا کرده باشند، یعنی در دلالت خدا باقی مانده. در این آیت الله یک چند صفت دیگه زیاره بیان میکنه. یکی که هدایت ماندن، گمراهی را گرفتن، این صفت منافقه. دوم براه درست که قرآن و اسلام است هدایت نشدن، یعنی منافق هیچ وقت هدایت نمیشه. سعی کنین و ایره الله یک تشبیه میته در این صفت آیت 16. یعنی اینا چی کردن؟ اینا یک معامله کردن که مسلمان ها اظهار کردن ایمان را. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. در بین مسلمان ها زندگی کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن، جهاد کردن، ولی قلبن کفر پنهان کردن، ایمانشان حقیقی نبود. هدفشان این بود که یک چیزی از منافع دنیا را به دست بیارن، یا میخواستن قدرت را بگیرن، یا کاری کنن فایده ای را به دست بیارن. الله میگه اینا دین این معامله خودن که با مسلمان ها کردن، در ظاهر مؤمن و اعمال انجام به طبق قلبن کافر، کدام فایده کنن؟ نه، میگه یه چیزی را به دست ناوردن غیر از گمراهی و دلالت. و قباحتشان را بیان میکنه. اولایی که این کسایی که موصوف به می 15 صفتی است که در اینجا بیان شده، منافقا، الذین آن کسانایی هستن اشتراو. اشترا چی را میگه؟ خریدن را میگه، که یک چیز میخری، پیسه میتی، یک چیز میگیری. مشتری، نه؟ یکی مشتری هست، یکی بایه. مشتری که اگه تو میگه من مشتری دارم، مشتری خریدار میگه، بایه فروشنده میگه که یه چیز میفروشه. اینا مشتری شدن. و قانون در عربیت است که در صله اشتراک چیزی که واقع شود با واقع میشه، و بعد از او بازو ثمن میباشه، قیمت میباشه. خب اینا خریدن، چی را خریدن؟ الضلالت، گمراهی را. خب پیسه چی دادن؟ میبل هدا، هدایت. یعنی هدایت دادن، گمراهی را گرفت. هدایتی که پیامبر آمده بود، قرآن آمده بود، اسلام آمده بود، عوضی که او را بگیرن، گمراهی را ترک کنن، اینا برعکس کار کردن، بلکه گمراهی را با پیسه خریدن، ولی پیسهش هم هدایت بوده، هدایت همان بود. هر که گمراهی را بخره ایمان خود را دست میده. اینجا یک سوال پیدا میشه که اینا خود هدایت نداشتن، چطور الله میگه که دلالت خریدن و گمراهی را هدایت دادن، دلالت گرفتن؟ خود نداشتن هدایت. جوابش این سمو هدایت فطری، ایمان فطری را که الله میگه کل مولود یولد علی الفطره یا فطرت الله التي فطر الناس عليها، همو هدایت فطری و ایمان فطری را یا دادن و گمراهی را گرفتن، یا هدایت خوب شناختن که قرآن است و پیامبر آمدگی است، اینی میره مانده، میتونستن که را انتخاب کنن. فما ربحت، فایده نکد تجارت هم، تجارت از اینها. نسبت ربح و فایده را به طرف تجارت شده به صورت مجازی، یعنی دمیز تجارت که اینا با مسلمان ها کردن هیچ چیزی را به دست ناوردن، و ما کانو مهتدین و هدایت یاب نشدن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. در اینجا الله مثالشان بیان میکنه در آیت 17.
مثل هم اول یک ترجمه تحت لفظی میگیم. مثل صفت و حالت عجیبی از این منافقین و این کفار، که مثل الذی، مثل آن شخصی است، استوقد نارا، که روشن میسازد آتش را. فلما اضاءت ما حوله، هر وقتی که روشن میکند امی آتش، ما حول او، آن چیزی که چارگردش است، چارگرد خود روشن میکند، در این حالت ذهب الله بنورهم، ببرد الله نور از اینا را، و ترکهم، و ترک کند امی کسان را، فی ظلمات در تاریکی ها، ای تو ظلمات، لا یبصرون، که هیچ چیز نبینند. خب سعی کنین در اینجا الله مثال بیان میکند. از اول قرآن تا به اینجا سه گروپ انسان ها را بیان کرد. گروپ اول که منامله هم بود متقیا، چون که اونها حاجت به مثال نداشت، حالتشان واضح بود که چه حالت دارن. برای متقیا الله مثال بیان نمی کنه. ولی دو گروپ دیگه که کافرهای سرسخت است، که علنی کفر خدا را اظهار کردن، و منافقین است که به صورت پنهانی کفر شرک می کنن، اینا را مثالهایشان الله بیان می کنه، تا اینکه خوب همی حالت ازیا به مسلمان ها واضح شد. و هدف ایست که مسلمان ها از این دو صفت و از این دو گروپ انسان ها که کفر صریح داره یا پنهان، خود دور بسازن، نه عقیده شد و نه اینا را تعاون و کمک کنن، یعنی این برشان خطر است. در قرآن مفسرین میگه 44 مثال بیان شده است، و هدف از مثال هایی است که همون ممثل، همون موضوعی که میخوایی خوب واضح شد. و همین تو رامه است، یکان دفعه که ما یک کسی را بگویم ایتو، یک دفعه که مثالاش را بیان کنیم، باز خوب واضح تر میشه. با مثال یک موضوع خوب واضح و روشن میشه. والله این کارا را میکنم. و در قرآن الله میفرماید که مثالها را، و ما یعقلها الا العالمون، و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. این مثالهاست که ما بر انسانها بیان میکنیم تا اینکه فکر کنند. در مثالها بسیار فایده ها هست. بعض فایدهش مثلا دمی آیت پسانم میاد که در آیت 26 ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، بعد از اون میگوید که فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. یعنی مثال ها بسیار فواید زیاد داره، و مثل به چندین معنا آمده. یکی به معنای صفت حالت آمدگی است، دیگه به معنای مثال آمدگی است، هیچ به معنای صفت و حالت است. مثل هم صفت و حالت عجیبی اینها، همین منافقین و همین کفار. سعی کنین این آیت به می هر دو گروپ میشه که تطبیق شود. مثال اول گروپ که خوانده ما کافرای صریح بود، کافرایی که زدی و اینادی بودن، این الذین کفرو، این ده اونها هم تطبیق میکند که اونا کسایی بودن که در مکه مکرمه بودن و تا این حال که کافرای میان. دوم کافرای پنهانی بودن که منافق است. این مثال به هر دوشان تطبیق پیدا میکند. ما اول همی تشبیهات ازیا را بیان میکنم، بعد از او باز مثال تطبیق میتیم و انشاءالله که برتان روشن میشه. مثال و صفت عجیبی امی کفار یا امی منافقی، که مثل الذی، مثل آن شخصی است، استوقد نارن. سعی که اول ایات درباره منافقات تطبیق میکنیم. منافقینی که در مدینه موجود بودن و با مسلمان ها همی تو برخورد کردن که در ظاهر مسلمان اعمال اسلامی را انجام بده و در باطن قلبا کافر و دوستی و معاملشان با کفار. مثال از اینها که مثل الذی، مثل آن شخصی است، استوقد نارا، که روشن میکند آتش را. در مثال ها یک چند چیز فهمی ضروری است، یکی مشبه، دو مشبه بی، سه وجه شبه. سعی کنین در اینجا الله این منافقا را تشبیه میده با اونمو انسانی که در یک جای است آتش روشن میکنن. همین منافقایی که در مدینه موجود بودن و اظهار ایمان کردن و نماز خواندن و زکات دادن و جهاد کردن، مثل اونمو شخصی است که آتش روشن کرد. یعنی اینمی در ظاهر یک روشنی را به مردم نشان داد، یعنی من ایمان دارم، من مؤمن هستم. فلما اضاءت ما حوله، هر وقتی که روشن ساخت، اضاءت در تحت یک ضمیر است که راجع به سوی نار، امی آتش روشن ساخت چی را؟ ما حوله، آن چیزی که چار گرده از اینها بود. در اینجا ما حوله ضمیره راجع به سوی الذی است، ولی الذی در معنا جمع است، زیرا این منافقین جمع هستند.
هر وقتی که روشن بکند امی آتش آن چیزی که چارگرده شد. سعی کنین اینا کمی ایمان اظهار کردن و نماز خواندن و روزه گرفتن اگر که قلبان کافر بودن، چی کردن؟ به این کار خدا چارگرد خدا روشن کردن، یعنی بعضی منافع از جامعه اسلامی به دست آوردن، بعضی منفعت ها را که غنیمت بود و زکات مال به دست آوردن، در عروسی و خوشاوندی مسلمان ها شرکت کردن، یعنی چارگرد از یک روشنی پیدا شد. در این حالت اینا روان است منافقین، ذهب الله بنورهم، ببرد الله نورشان را. مثل که یک کسی در دشت باشه آتش را روشن کنه، چارگردش روشن شد و دیگه چسباب نیست که راه را ببینه، یک دفعه می آتشش گل شد، این دمو دشت میمانه. اینا الله میگه که یک بار نور ببرد نورشانه. نور یعنی همی ایمان ظاهری که اینا به مردم گفته بودن، نماز روزه و دعوت و جهاد، این همی نورشانه الله برد. این کدام حالت منافق است؟ این حالت است که دینمی حالت از دنیا میرود، یعنی یک منافق در حالتی که عقیده نفاقی و کفری دارد از دنیا میره، که رفت امین نور و روشنی ایمانش از بین رفت، زیرا این در حالت کفر رفته. و ترک اون و ترکشان کرد الله اینا را در تاریکی ها، یعنی هر وقت که منافق میمونه آلی تاریکی ها، چند تاریکی یا میمونه، یکی تاریکی قبر که عذاب قبره، دوم تاریکی قیامت و سوم تاریکی جهنم، در سه تاریکی ها باقی میمونه. خب هر وقت که منافق در جهنم میره باز راه نجات نداره، این حالتش الله تشبیه میتن به این که لا یبصرون، این تو تاریکی هایی که نبینن، یعنی این تو جهنم و عذاب قیامتی که هیچ راه بیرون رفت ندارن که یک روشنی را ببینن و بیرون شن. پس وقتی که مثال منافق شود، اینا با همی ایمان خودان که ایمان بیان کردن که آمنا ایمان آوردیم در نماز آمدن، قرآن میگه منافقی نماز میخواد، ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، به نماز که استاد شدن سبب سستی میانه، نماز میخوانند، به می نمازشان، به می زکاتشان و به می جهادشان یک روشنی را برای خود روشن کردند که در جامعه اسلامی من از مسلمان قبول شدند، زیرا اسلام ظاهر می بینه. هر وقت که مرگشان آمد کل روشنیشان ختم شد، زیرا او روشنی حقیقی نبود، جعلی بود، جعلی. و بعد از مرگ در تاریکی های قبر، حشر، قیامت و جهنم مانده، راه بیرون رفت نداشت، لا یبصرون شدن. این یک تطبیقی که به بالای از این منافقین میشه. دوم تطبیق که اگر ما این را به بالای کفار صریح تطبیق کنیم، که علامه بیضاوی در تفسیر خود و بعض علما میگه که الفاظش هم است، میشه که سر کافرهای که در مکه بودن سر اونام تطبیق شود. پس وقت مثالی تو میشه که مثل هم صفت و حالت ای کفاری که در مکه بودن، که مثل لذی، یعنی صفت ای کفاری که در مکه بودن، ابو جهل و غیره، در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینمی حالتشون چی تشبیه داره؟ که مثل لذی، مثل آن شخصی است، استوقد نارا، که آتش در بته، الذی استوقد نارا، در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه که آمد، استوقدن باب استفال دلالت به طلب و کوشش میکنه، بسیار به زحمت با مشکلات نار یعنی آتش روشنی قرآن و ایمان و عقیده توحید در بین مسلمان ها ظاهر، او با آسانی نبوده، 3 سال دعوت مخفی و پنهانی بود تا اینکه دعوت علنی ساخت، یعنی بسیار با مشکلات آتش ایمان و آتش روشنی قرآن، روشنی ایمان و روشنی قوم و قوانین اخلاقیات اسلام ظاهر ساخت، که ظاهر ساخت. بعد از این نتیجه چی شد؟ این شد که فلما اضاءت ما حوله، هر وقت که روشن بکرد اینمی نار و آتشی را که پیامبر آورد، یعنی همین قرآن و ایمانی که تشبیه داده شده با آتش، این روشن ساخت ما حوله، ما حولش را، یعنی هر وقت که پیامبر هم دعوت خدا آغاز کرد کار کرد، هم اطراف قبایل قریش و مکه ایمان آوردن و حتی روشنی ایمان به مدینه هم رسید، ما حولش چهار گرد مکه روشن شد به روشنی ایمان و عقیده توحید. در این وقتی که روشنی ایمان و قرآن و عقیده توحید به اطراف مدینه رسید، مدینه 4.5 کیلومتر از مکه فاصله داره، یا چی کردن؟ اینجا مفسرین میگه اگه عبارت محذوف است، ارادو ایطفی نور الله، کوشش کردن که می روشنی را که الله روشن کرده بود، روشنی یک پیامبر بود، ایمان بود، قرآن بود، یا اراده کردن ان یطفی و اینکه خاموشش کنن، محوش کنن،
این کارا که کردن ذهب الله بنورهم، کفار تصمیم گرفت که رسول الله از بین ببره و مسلمان ها را بکشه، حتی تصمیم به قتل رسول الله گرفت. الله چی کرد؟ ذهب الله برد نور از یاران، نورشان پیامبر بود. وقتی که پیامبر رفت، قرآن هم به امرش رفت، ایمان هم، عقیده توحید هم، اسلام هم به امرش رفت. که رفت این کافرها در چی حالت باقی مان؟ و ترک هم فی ظلمات، در تاریکی ها. این تاریکی ها کدام تاریکی ها؟ تاریکی های کفر، شرک، جهالت، رسومات و بدعت ها و ظلم و تجاوز، این در بینشان باقی مان. هر وقت که از این تاریکی ها بیرون نمیشن، این حالتشان تشبیه مثل لایب سیرون، این تو تاریکی هایی که هیچ نجات نیافتن از کفر شد و اموتو شدن. کفار مشرکین مکه در تاریکی ها باقی ماندن تا اینکه در برابر رسول الله هم در جنگ بدر آمد و اکثریتشان مردار شد، کلانهاشان کشته شد، پسانا دیگرهاش هم از بین رفت. اینا رو سعی کنید تطبیق این مثال کردیم. هدف چیست؟ در هر دو صورت اگر کسی در برابر قرآن و اسلام میخواه که در ظاهر بگه من ایمان دارم، نماز بخونه و روزه بگیره و حج بره که مردم مرا راجی بگویند، در جا شرکت کنه تا که مردم مرا قهرمان بگویند، و بخواه مسلمان ها را فریب بیته، این مسلمان ها را فریب نمیته، بلکه خودش وقتی که میمرد در تاریکی های قبر و در تاریکی های قیامت و جهنم میمانه، برابر داتش میمانه، این ضررش فقط به خودشه. دوم، اگر کسی در برابر قرآن اقدام میکند، رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا روشنی قرآن در مکه روشن کرد و ایمانه و دعوته، اگر کسی در برابر قرآن استاد میشه، به اهل قرآن و دعوتگر و مبارز ضرر رسانده نمیتونه. الله این را میبره در یک مکان دیگه و این روشنی قرآن ایمان در اونجا میره و کسایی که در برابر ازی استاد شدن در جهل و کفر و شرک خدا باقی میمانن و نتیجهش این است که به جهنم میره. حالی هم یکم تا میگه درس قرآن را بند کنین، درس ایمان را بند کنین، نمانین این مسلمان ها را، این فقط به خود ضرر میرسانه. یا بعضی هم میگوین که ما ایمان داریم، الحمدلله عجیستم، در پیر عج رفتیم، همیشه عج میرم، عج خوش دارم، ولی در دلش ایمان نید، این هم غیر از به خود ضرر میرسانم، به دیگه کسی ضرر نمیرسانم. خب این آیت انشاءالله روشن شده. سمون بکمون آمیون فهم لایر جعون، سمون ای تتمه است از برایت قبلی، هم امی کفار و منافقین، سمون مثل کرا هستند، کر هستند، بکمون مثل گنگه ها هستند، آمیون کورا هستند، فهم لایر جعون، پس اینا بازگشت نمی کنن از گمراهی و کفر خواهن به طرف حق. سعی کنید در اینجا الله هر دو گروه ها میگه، منافق باشه یا کافر باشه، چون کافرهای ضدی هستن، میگه کر و کور است. سمون این کلمه جمع است، سمون یک کلمه یک لفظ جمع، مفردش اسم، بکمون این هم جمع است مفردش ابکم، و عمیون این جمع اعماست، یعنی سمون کرا هستن، بکمون گنگه ها هستن، عمیون کورها هستن، اما یک فرد کور میگه، عمیون کورها جمع است. اینجا یک سوال پیدا میشه که الله سعی کنه منافق کافر میگه کر و کور و گنگه هستن، یک سوال پیدا میشه، یا کر نیستن حالا رئیس جمهور امریکا و اوباما، نه رئیس جمهور فرانسه و بریتانیا، همیا کر و کور هستن؟ یا این منافقایی که ما در افغانستان داریم، کمونیستا، هر من کافر هست میگه اسلام در زاد خود ندارد، عیبی، هر عیبی که در مسلمانی ما، این منافقایی میشه هستن، کمونیستای فکری عقیدتی که داد اسلام میزنه، عج میره، عج میره. بسیار شما دیدیم، حتی یک سالی که الحمدلله باز الله ما را برسانه رفتیم، من دیدم کمونستا فتیمه بود عج، هیچ ایمان نداشت ولی عج رفته بود. اینجا سوال پیدا میشه که اینا خو کر و کور نیستن، سوال جوابش چیست که اینجا تشبیه هست، تشبیه است، ولی مبتدا و لفظ تشبیه هست شدگیست از جهت نهایت مبالغه در تشبیه، یعنی الله میگه مثل کرا هستن، اما اینا چون که از این گوش و چشم و این حواس این اسباب علم استفاده نکرد، میگه کر و کور هستن، این بدبخت ها مثل کرا، مثل گنگا، مثل کورها هستن. با سوال پیدا میشه که مثل کریز خو کریز نمیشنوه، یا خو میشنوه، یا خو متشبیه هم سعی نمیشه، و یا گنگه ما میگیم که این کافره گنگه نیست، گپ میزنه دیگه، گپ ها را میگه اگه گپ اسلام نمیگه، آمیون هم این کافره خوب چشم داره، از بالا که بمه میپرته یک هم تا میگه سوزه نمیبینه، خیلی چشماشون خود تیزه، وان زربین هم جور میکنن. ایه چطور الله تشبیه داد به کر و کور؟ سوال جوابش ایست که هر وقت از اینمی قوه‌ها و نیروهایی که الله بر انسان داده، قوه شنوایی، قوه بینایی و قوه گفتار، هدف الله ایست که تا شنوایی بشنو حقه و به مردم بگو،
و زبانت باید از این حق باره، چشمایت باید حق ببینه. این که در جای اساسیش استعمال نشد، گویا که یک نداره، وجودش کل عدم است و این 100% به ضرر شد. این که نمیداشت خوب بود. همین کافری که از همین گوش الله برش داده، عقل برش داده، چشم برش داده و این که استفاده نمیکنه، در راه حق استعمالش نمیکنه، از این که نمیداشت بسیار به خیرش بود، زیرا در وقت باید مکلفیت نمیداشت. یا کسی که گوش نداشته کار و کور باشه، خواهی چیز نمیفهم با او جایی را، او را الله جزا هم نمیتا، او نه کافر هست نه مسلمان، این چیز نمیفهم با کار باشه، کور باشه، گنگه باشه، یا اسبابش درکش بند باشه، مسئولیت هم نمیداشت. یعنی بسیار خوب بود که هیچ نمیداشتن. فهم لا یرجعون، پس اینا از حق بازگشت نمیکنن، یعنی اشاره به سوی عزیز که اسباب درک از یا بند شده گیست. الله از این تو کفر انسان نجات بده و این چشم یا داشته باشی ولی هیچ از استفاده کرده نکنی. او کسایی به من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. در این آیات الله یک مثال دیگر را بیان میکنه. اول ترجمه تحت لفظش میگیم، او کسایی بین، یا مثال و صفتی از این منافقین منافقین کسایی بین، مثل یک باران تیز است سمایی که از طرف آسمان میاد، فی که در این باران ظلمات و تاریکی ها باشد، و رعدون آوازهای الماسک باشد، و برقون و الماسک روشنی باشد، یجعلون اصابعهم، میمانن امی کسایی که در این تو باران باشد، اصابعهم انگشتای دستای خودان را، فی آذانهم در گوشای خودان. چرا؟ من الصواعق، از جهت آوازهای امی باران تیز، از جهت آواز امی الماسک، حذر الموت، از جهت ترس مرگ، والله محیط بالکافرین، الله احاطه کننده است به این تو کافرا. سعی کنین در اینجا او در دیگه کلام عربی لفظ او در شک استعمال میشه، این یا او، یعنی یک جهتش معلوم نمی باشه، اما در قرآن از برای تخییر یعنی اختیار استعمال میشه. بعضی ها میگه مفسرین که اینجا الله دو مثال بر منافق بیان کرده، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کسیبا، هدف ایست که یا او مثال بیان کنه بر منافق یا این مثال بیان کنه، یعنی از این دو مثال یک مثال اینا را بر شما بیان کنه. ولی محققین میگه که نه، او اینجا برای تنویع است، یعنی برای اقسام است. او یک قسم مثال بود به یک نوع کافر، کافرهای صریح بودن. این مثال از برای منافق است، کافرهایی که پنهانی استن، یعنی کفر خدا را پنهان کرده است. این مثال یعنی برای منافقای اصلی است. باز در اینجا او عطف است با بالای مثلهم، این تو میشه که او مثلهم، یا مثال و صفت منافقین، کسایی بین، کاف به معنای مثل است، مثل سیب، مثل سیب است، سیب باران تیز گفته میشه. در قرآن باران چند نام برش استعمال شده، یکی غیث، یکی مطر، یکی سیب. غیث اونم بارانی را میگه که تیز نباشه، اکثر در زمستان میباشه، و مطر آن باران میگه خیر باشه شر باشه، او اکثر در عذابها استعمال شده. سیب باران بسیار پرمنفعت هم میگه که در ماه بهار میآید، مثلا ماه ثور در ایجا یا جوزا و در پاکستان اینجا ماه حمل، یک دفعه ببینیم تو آفتاب خوب گرمی است، یعنی تو آسمان صافه، یک دفعه یک ابر پیدا میشه، یک ابر که پیدا شد ابر سیاه میشه، این سیاهی نزدیک میشه که میترسی. خب اگر در شب باشه دیگه، شب خصوصا در شب هم تاریکی شب است و هم تاریکی ابر و باران به حد تیز میشه که یک تاریکی دیگر را او ایجاد میکنه، باران بسیار تیز. اینالی این باران هم در این تاریکی هاست، با دینمی بارانی که بهاری می باشه و بسیار شدید می باشه، رعد آمست، یعنی الماسک است، آوازا غرم و غرم می تلقاس می کنه بالای سر، ایسو می ره اوسو می ترسی. اگر در دشت ایجا باشی که تلقاس کن سر تا می گیری، دستا را در گوش می گیری، این طرف می گریزی، اون طرف می گریزی، کدام الماسک مره نزنه. برق روشنی هم میتن و الماسک ببینی ایت تو روشن میکنه که حتی اگه اون دفعه چشمای تو باشه دقیق و تیشن چشمتا روشنیش از بین میبرم، اما دید چشم از بین میبرم اگر بسیار تیز شوا، اگه اون دفعه بسیار سر تأثیر میکنه، او را که سعی کنی زیر ایت نمیبینی، تا چند لحظه چشم تاریک میباشه. اینجا الله پدرمی تو حالت بعد دست در گوش میگیره میگریزه. در اینجا الله امین نزول قرآن تشبیه به می تو باران می تا که با این باران بسیار پرمنفعت آمد،
که خصوصا در زمینای لالمی یاره کنه سرسبز میشه، در دیگه جای ذخیره میشه و بعد از چند لحظات خشکی میشه و آفتاب میشه، یک مردم خوشحال میشه میگه چی یک بارانی باز خوشش میگه که می تو بارانو بیاد. الله میگه که مثال از اینها در برابر قرآن مثل سایب، یعنی قرآن که از باران میاد مثل از طرف آسمان میاد مثل سایب است، مثل باران تیز است. این باران تیز بعضی ها منفعت استفاده میکنن بعضی نمیکنن. من سمایی که از طرف آسمان میاد، سما در لغت عربی هر چیزی که بلند باشه او را سما گفته میشه. سما در قرآن به معنای باران هم استعمال شده، به معنای ابرها هم. در اینجا اکثر مفسرین میگه سما به معنای ابر است، مثل بارانی که از طرف ابرها میاد، یا سما به معنای آسمان است و ابری که در آسمان است، از ابرهایی که در آسمان است. مثل که در سوره واقعه الله میگه افرایتم الماء الذی تشربون، خبر بتین عذابی که می نوشین، انتم انزلتموه من المزن، آیا شما نازل پایین میکنین ایرا من المزن از ابرها، مزن دو جعب ام نحن المنزلون، یا ما پایین میکنیم. پس معنای تو میشه که یا مثالی از اینها مثل امو باران تیزیست من از سمایی که از طرف آسمان میاد یا از ابرها میاد، یعنی قرآن از طرف آسمان آمد مثل باران. قسمی که در باران بهار فیه ظلمات در این تاریکی ها می باشد، رد و برق می باشد، این همی قسم وقتی که قرآن میاد ظلمات است. ظلماتی که در قرآن میاد این چی است؟ یعنی اعمال کفر و شرک و نفاق. کفر و شرک و نفاق فسخ و فجور اعمالش رد میکنه، این را تشبیه داده به ظلمات. یا این که بعضی ها میگم این تکلیف هایی که در اسلام است، مثلا نماز خواندن، دعوت کردن، جهاد کردن، قتال کردن، هجرت کردن، این تکلیف ها را تشبیه به ظلمات داره، مثل تاریکی هاست. یعنی کسی که میخواه اسلام را تطبیق کنه، کار کنه، اونمو در یک تاریکی که روان میشه یک نوع تکلیف را برداشت میکنه. ورعدون، ورعد میباشد. خب در بارانی که بهاری باشه رعد است. قرآن که نازل میشه رعدش چیست؟ رعد عدف زواجر است، یعنی بعضی احکامی است که زجر میده، منع میکنه. و دیگه رد که رد اعمال کفر و شرک است، تخویفات دنیای و اخروی، میترسانید به عذاب های دنیا آخرت، این تشبیه به رد داده. مثل رد که آواز میتر میترسی، این همی قسم وعید قرآن، تخویفش، ترساندنش به حدی است که قلب تکان میخوره، که عذاب های دنیا را بیان میکنه که قامت ها را هلاک کردیم، عذاب های آخرت را بیان میکنه دلت میلرزه. اصل معنای رد در لغت هم لرزانیده نگفته میشه. و در باران خورد اونمو آوازی است که از باران میاد که بعضی ها بابا قرنبک میگه و بعضی گرز و گروز میگه و بعضی یک چیز دیگه میگه. و برقون، برق، برق خو الماسه که میگه در باران بسیار تیز. ولی برق قرآن چیز؟ دلایلش، یعنی دلایل توحید و دلایل ایمان و دلایل اعمال اینقدر قوی و روشن است که مثل برق. یعنی آدمای کافر و بسیار کسایی که میگن ما فیلسوف هستم، در برابر دلایل قرآن هیچ است. مثل که روشنی آفتاب چشم انسان میبره، دلایل قرآن که بیان میشه می دلایل دیگه فلسفی را کلش هیچ میکنه، محوش میکنه دیگه دلایل. این تشبیه داده کیست به برق. در این می تو حالت یجالون اصابعهم، سعی کنین قرآن آمد در اینجا اعمال کفر و شرک رد کرد و دلایلش مثل الماسک واری روشن بود و زواجرش و تخویفاتش مثل رعد واری بود. منافقین ایتو لرزان، ایوازی که منافقا بیاین ایمان بیارن، یا چی کنن؟ یجعلون اصابه هم فی اذانه، گردانیدن امی انگشتای خدا ند، یجعلون با معنی یزعون ماندن در گوشای خدا. منافقین چی میکردن؟ بخاطر که قرآن نشنوه و امی دلایلش که مثل برق و رعد است سرش تأثیر نکنه و ایمان نبیره، دست در گوش تیر میکنه. این نهایت اوج کفره. این کافرهایی که بسیار زدی سمی توره ایج نمیشنو، اگر کنان دفعه ببینم ای تو میکنه وزکو بسیار آواز ما خراب کرد، وزکو کدام تأثیر سر ما نکنه. اگر بفهم یکمی تأثیر داره دلائلش میگه او طرف کن. یکم دفعه که یک مولوی در یک تلویزیون گم میزنه یا در یک رادیو خوب دید یکم کمونیست میباشه، میبینه که اینجا مجلس کرده، اگه متوجه بند کن برا، به خاطر میگه یک بار سر ازی تاثیر نکنه. یک گپ دیگه رو بگوین، یک چیز دیگه رو بگوین، ملا و مولوی زیاد است، این ملا ما رو تباه کرد، اون ملایی تو کرد، اون ملایی تو کرد، خیز میزنه. بفهمه که منافقه و این کافره بسیار خطرناک.
دست در گوش میمان. نوح علیه السلام هم میگه کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصابعهم، گردانیدن ننگشتارا فی آذانهم و استخشوا ثیابهم، با لباسا خود پیچاند و اصروا و استکبر استکبارا، استکبار کردن. الله عزیز تو کفر باره نجات بده. خب دستار در گوشان چرا میمونن؟ من سوایق. سعی کنین یک کسی که در دشت باشه بسیار آواز باران که باشه دست در گوش میمونه که گوشه نترقه، یا هم که قرآن آیتایش میهن مثل رعد و برق روشنی میته، یا دستار در گوشه میمونه. من سوایق اجیت آوازهایی که دلائلی که در قرآن هست، سوایق و نمو دلائل برقی قرآن و تخویفات زواجرش هم میگه. حذر الموت این مفعول له از برای یجعلون اصابعهم من السوائق، من السوائق خودش مفعول له از برای یجعلون بود علتی است. یعنی دست در گوش چرا میمانن؟ از جهت ترس آواز رعد. و حذر الموت از جهت مرگ، یعنی یک کسی که در دشت باشه همی آواز الماسک که خوب تیز باشه این میترسه که نکشه مرا بسیار آواز بلند. این همی منافقین هم وقتی که قرآن که پیامبر هم بیان میکرد اینقدر دست بند میکرد که همی تأثیر قرآن مثل مرگ میدانه. منافق میگه اگر من ایمان بیارم گویا که مردم. ایمان آوردن مثل چی میدانه؟ مثل مرگ. قبول کردن قرآن و اسلام به صورت حقیقی مثل مرگ میدانه. الله عزیز تو کفر نجات بده. این ای کافر ها چیستن؟ ای کافر های زدی و انادیست. تأثیرات قرآن که به بالش تأثیر کنه مثل مرگ. میگه اگر من ایمان آوردم مردم دیگه خلاص شدم. و فکرت بگیری که خطا نخوری. اگر تو فکرت بگیری در معقیدت محکم باش. بس جایلا ما میتوره محکم باش میگه. اگر میگه تو از اینمی مذهبت گشتی خلاص مردی دیگه. تو در جمله مرده هست. گفای مخالفین نشنوی میگه. نگم کمونستا با چش که در پانتون میگه فکرت باش. بسیار کسا هست میگه، بسیار گروپ ها هست، خرابت نکنن، در مجلس های از اونا نشینی، با بچهش دور دور میگردن، هیچ نزدیک نمیاد. آنمتو والله محیطم بالکافرین. الله در یه آیت میگه آیا یا به این کارهای خدا نجات میافن؟ یعنی اگر ما دستار در گوش باریم قرآن نشنویم نجات میافن؟ نه، الله احاطه کننده است به کافرها. یعنی الله اینا را میگیره، هر جایی که بره از قبضه الله بیرون نیستن. محیط احاطه از هر جهت گفته میشه، این در صفت الله میاد، کیفیتش رو نمیفهمه. کل ما شما در احاطه الله هستیم، در قبضه الله هستیم، از پیشش فراکله نمیتونیم. الله ای تو کافرها را احاطه میگیره، به جهنم میبره و میپرد. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. یکاد البرق نزدیک است که برق یخطف ابصارهم ببرد، از بین ببرد، بگریزاند ابصارهم، هم قوا و دید و دید بینایی از اینها را. کلما اضاء لهم هر وقت که روشن می شود از برای از اینها، یعنی همی رعد و برق روشنی میکند، مشو فی می روانده و روشنی، و ازا ازلم هر وقت که تاریک میشه علیم به برای از اینها قام و توقف میکنند، حرکت نمیکنند. ولو شاء الله اگر الله اراده میکرد لذهبه حتمی میبرد، به سمعهم قوی شنوایی از اینها را کرشان میکرد و امثارم قوی بینایی و چشمای از اینها را کورشان میکرد. ان الله على كل شيء قدير، بدون شک الله به هر چیز قدرتمنده. در اینجا سعی کنین الله مثال برق بیان میکند، مثال رعد در آیت قبلی بیان کرد که یجلون اصابعهم. در حالت رعد چی میکنن؟ دستار در گوش میمانند. خب در حالت برق چی میکنه؟ در اینجا الله میفرماید که یکاد البرق یخطف ابصارهم، قسمی که دمی باران تیز بهاری قریب میباشد امی برق یعنی روشنی الماسک یخطف و ببرد چشما را. یک قدر روشنی میت اگر بسیار سعی کنی چشم میگه دست میتم. اینمی قسم دلایل قرآن و دلایل ایمان و توحید و اسلام به حدی روشن است که امو قوی بینایی از اینها را، دلایل عقلی از اینها را از بین میبرد. و قسمی که در باران و در یک دشت باشد یک مسافر وقتی که روشنی میاد مثلا دشت عراض چقوری هم هست نمیفهمه،
هر وقت که روشن میشه مشه و میره آدم روشنی که تاریک شد استاد میشه. میترسه که دیگم چقوری نبیختم زیرا باران آمست و تاریکی شب آمست ابر آمست این جای رو نمیبینه. همین روشنی که آمد میدوه تا یک سه و تاریکی شد پس در جای خود میشینه. اینا هم هر وقت که قرآن بیان میشه و مسلمان ها صاحب جهاد میکنن و صاحب غنیمت میشن، صاحب منافع مادی اجتماعی میشن، یا چی میکنن؟ کل معدا، یعنی با منفعت از این منافقات مشاو فی میرونده و بفهمند که نمیجا غنیمت است، تکلیف نیست، تا همونجا میریم یه چیزی رو بدست میریم، میان چی میگه؟ یار ما میریم در جهاد، نام ما رو بگیم. باز اگه نرفتن چی میگه؟ ما خکت شما بودیم نی؟ خکت شما در جهاد بودیم، از این مال غنیمت این چیزا با ما بتین جای. یعنی هر وقت که در قرآن احکام مختلف است، اخلاق است، عقیده است، هر چیز است، کدام احکام و قوانین و اخلاقیاتی که به نفعشان باشه امور را میخوانند. این منافقین هم امور کنند و جایی که به ضررشان باشد یا دو تکلیف باشه اون را هیچ بیان نمیکنند. مثلا در اگام جایی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اکملکم ایمانا، کاملترین شما در ایمان نیست، احسنکم خلقا، که اخلاق شایسته باشه. یا چه میگه؟ پیامبر اسلام چه اخلاقی داشت؟ برای هیچ کس ضرر نمیرسان. آل اسلام چقدر رهنمایی های خوب داره، اخلاق شایسته داره، حتی کافرها را عفو کرده. ای تو میگه بزار دشمنانش که سرش حمله کرده بود اونا را بخشیده. شما چرا قطعه حالت میکنی؟ شما چرا اینی تو میکنی؟ این میگن اون کافرها را بد نمیگفت. بعض جواب مثلا حضرت عمر از آن به علزمه و یهود نصارا کمک های مالی کرده گید. حضرت عمر رفت برای یهود نصارا ماش تعیین کرده. فکر کنین اسلام کمونیست دایفه میتون میگن و همی قسم سیکولارا در اسلام هیچ سختی و خشونت نیست. مسلمان ها این دنیا زیاره توسط اخلاق خودن فتح کنن. ایدگاش هم شیر و زور نشان میتن، زور و شمشیر خشونت نشان نده. یعنی جایی که یک آیت به نفش هست یا حدیث او نموره خوانده میره. مثلا اون اونجا در سر پارلمان نشته کده و امرهم شورا بینهم، کارشان شورا ها. یک صورت شورا هست. ما پارلمان هنه شورا و شاور هم پیامبر میگه مشوره کو. این پارلمان به اساس همی آیت شور شده و حیط اونجا مانده، اون چون که فمنفیتشان هست. و اگر بگوی و قاتلوهم هوش کته باشد و قاتلوهم، این آیت هم میگه نخوان. اما عیسی که خشونت نکو خب آفاییم برسم اول دعوت اول اخلاق. هر وقت که باز وام میزنندش ناچار میشه باز وام دیگه او تو نمیگفی تو مثلی دیگه بسیار به حکمت کار میگه. آر تو یک ست سال خمی کافران دعوت بکن خیر است که یا میزن ای خو کافر است تو خو مسلمان هستی. چی میگه؟ اینه اسلام در ذات خود ندارد عیبی. هر عیبی که هست در کیه؟ در این ملاس میگه در مسلمانی. این مولوی ها ملایتون رو فکر مردم خراب از اسلام چی جور کدن؟ و ازا ازلم علیم وقتی که تاریک شد با بالاشان قام توقف میکن. تاریکی چیست؟ وقتی که منافقه بگوین که بیا که بریم در جهاد خود چی گه پس چطور است؟ خب مرده نست دیگه شهادت هست. باز الله در قرآن میگه که رأیتهم ينظرون إليك نظر المخشي من الموت. این تو طرف سعی میکنم چشمایش میگردم مثل که سر کسی مرگ آمده بود. چشمایش همی تو میگرده. ولی تو یک کارا داری مقه مصروفیت ها نمیشه که من یکم دفعه دیگه برم. بسیار مشکلات از در خانه. ببینی که باز در مرکز جهاد اینجا پا شرکت نمیکنم. یا اگر تا یک جای رفت پنج دور میخورم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. الله می فرماید که اگر الله می خواست در ذهبه می برد به سم هم قوی شنوایی و ابصار بینایی زیاره. اینجا لو استعمال می شود، اینجا لو شرطی هست در ذهبه جزا در جای استعمال می شود که جزا معذوف هست شرط هم معذوف هست. یعنی در اینجا الله میگه اگر الله اراده می کرد امی قوی شنوایی زیاره می گرفت کرشان می کرد حقیقتا و امی قسم کورشان می کرد. یعنی این کافر ها که از این چشم گوش استفاده نکردن الله میگه دلم میخواه که میکن این کافر ها این تو کافر ها را کر و کور بسازم میترسانه یاره. این الله علا کل شیء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره. با این هم قدرت داره که گوشش باشه نشنه، شنوایش از بین ببره و بینایش از بین ببره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ازی آیت 20 الله هدف قرآن بیان میکند و این هدف را ثابت میسازد با دلایل عقلی و بعد از او در آیت 23 چلنج میته از برای منکرین قرآن. وعید بیان میکند در آیت 24، در آیت 25 بشارت از برای کسایی که قبول میکنند قرآن و مطابق مقتضیات شامل میکند. در آیت 26 مثال بیان میکند حکمت های مثال و کسایی که از این مثال ها اعراض میکنند حالات از اونها را بیان میکند و 4 نعمت در 28 و 29 نعمت ها را بیان میکند تا آیت 39 را باز بعد از او باز در آیت 30 مسئله خلافت و احکام از او بیان میشه. خب ما شما در اول قرآن خواندیم که الله میفرماید که ذالک الکتاب، قرآن یک کتاب کامل است، هدایت است. حالا میگه هدفش چیست؟ در این آیت میگه او عبدو، هدفش عبادت، اطاعت و بندگی است. قرآن به این آمده که فقط بخوانیم و ماچش کنیم و دنبالا ماندیش بریم و دیگام قسما بیاریمش، نه، بخاطر تطبیق است، بخاطر اطاعت، بخاطر تنفیذ عملی کردن آمدگی است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسان ها خبردار، اعبدوا عبادت، بندگی و اطاعت بکنین ربکم، رب معبود و خالقتان را، الذی آن ذاتی خلقکم که آفرید شما را، از نیستی به هستی آورد، والذین من قبلکم و او کسانانی را آفرید من قبلکم که پیش از شما بود تیر شده، پدرهایتان، پشتهای قبلیتان. هدف از این عبادت و اینا چی است؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوین، در وجودتان تقوا پیدا شود. سعی کنین در این الله یا ایوه الناس میگه یک اصل است. مفسرین بیان میکنن که اکثر صورتهایی که در مکه نازل شده در اونا یا ایوه الناس است، در صورتهای مدنی که در مدینه منوره نازل شده یا ایوه الذین آمنو، مگر در بعض جایا استثناء است، یعنی قاعده کلی نیست. مثل اینی آیت، این آیت مدنی است، در مدینه نازل شده ولی خطاب به یا ایها الناس شده است. هدف از این خطاب چیز؟ اشاره به سوی است که رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبری و نبوتش برای کل دنیا است، خاص برای قوم نامده است، یعنی برای امریکا، اروپا، چین، روس، آسیا، برای افریقا، به کل کره زمین آمده است، برای کل دنیا آمده، حتی به جنیات هم. ولی دیگه هم بیا که بودن یا قومی یا قومی، به یک قوم خاص و یک منطقه خاص آمده بودن. یا ایوه الناس، یا عرف ندایه، ایوه هم ها بر تنبیه، یعنی بسیار تأکید داده، یا ای خبردار، الناس، ای انسان ها، ای کل انسان هایی که تا قیامت هم میاین، تو کل قیامت کلش خطاب هم، این بیش از 7 میلیارد انسان هم کلش خطاب هم. و عبودو عبادت کنین. ما شما در این یک نعبدو خواندیم که مهمترین معنای عبادت اطاعت و بندگی الله به طریقی که خودش میگه که در نهایت محبت و نهایت عاجزی باشه. عبودو عبادت و اطاعت و بندگی کنین ربکم، ربتان، یعنی دیگه کسی را نه، ربتان عبادت کنین. این میگه که معنای رب ما بیان میکنه، رب کیست؟ الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفرید. یک معنای رب اینمی، خالقتان. خلق چی؟ از نیستی به هستی میاره، از عدم به وجود میاره. این کار هیچ کس کرده نمیکنه، رب فقط الله است. اگر یک کسی بگه که ژاپنیا و امریکایا تلویزیونا را چاپ میکنن و چیزا موتر جور میکنن، تیاره جور میکنن، یا یک نجار اینا می جور کرده، این خلق نیست؟ ما میگیم نه، این شکل است، این صنعتی را میگن، این شکل است، شکل میتا. خلقی است که نیستی به هستی بیاری. اگر ما کل هم انجینرهای ژاپن و امریکا را در پانتون کابل بیاریم در مدشتش بگوییم به ما یک دانه موتر 2014 هم نیه، همی بیخی سال 90 جور کن، 20 سال پیش یک موتر را جور کن و برش آهن بابا هم نتیم، پرزجات هم نتیم، بگوییم خودت همی پرزجات را ایجاد کن جور کن، میتونه؟ هیچ کدامش نمی. خلقی را میگه که نیستی به هستی، از عدم به وجود، این کار فقط الله میتونه. و ذاتی را عبادت کنین که شما را ربتانه، خلق کرده، خلق. والذین من قبلکم، اون انسانایی که پیش از شما بود، یعنی پدرهایتان، وارم خالقش الله. اولین صفت مسلمانیست، اقرا بسم ربک الذی خلق، کائنات آفرید. لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی، اگر عبادت کردین تتقون، متقی میشین، از کفر شرک نجات پیدا میکنین. اگر در دیگه دروازه و زنده باد گای پشت از او دویدی، گای پشت از او دویدی، باز کافر میشی، از تقوام بیرون است.
الذي جعل لكم الارض فراشا. در اینجا صفات دلایل بیان میکنه بر عبادت، یعنی عبادت را بکنین. یک صفتشی بود که شما را خلق کرده، دیگه ای که الذی آن ذاتی است جعل لكم الارض فراشا، که جور کردگی است از برای شما پیدا کرده و جور کرده الارض و زمین را فراشا، فرش. زمینی که ما و شما میبینیم هموار است، فرش یعنی مثل بستر است، نه بسیار نرم است که پای ما زیر بره و غرق شویم، نه بسیار سخت است که از او استفاده نتانیم. اگر زمین مثل آهن میبود چی استفاده کنم میتونستم؟ اگر بسیار سخت هم میبود که پای ما زیر میرم، اگر که دم زیر زمین آب آمد. ولی الله میگه زمین ای تو برسان جور کنیم مثل فرش که خواب آرام، بسیار ای جای آرام. الله زمین خلق کرده و فرشش کرده، دیگه هیچ کسی این کار نکرده و نمیتونه ای ذات عبادت کنه. پوره بتان است. این منافی کروی بودنش نیست. یکم تا میگه زمین که فرش است خیلی کروی نیست، نه کروی است، کروی باش هیچ منافات نداره. ولی ما که میبینیم هموار است، اینه میتو میری 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 در چهار طرفش میگردی. اصلا در دیگه آیت ها میاد که کروی باشه، مثل که الله میگه یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، شب هم میپیچانه در روز، روز در شب، یعنی پیچاندن مثل که لنگی را در کولا تاو میکی. الله میگه ما که شب روز میاریم مثل که لنگی را در کولا تاو بود، یعنی همی زمین همی تو کرویست، آفتاب که سرشی تو دور میخوره، روز میاد و شب میاد. از این خود تکویر فهمیده میشه که زمین شکل چی را داره؟ کرویت داره و در این وقت هموار آمد. یکم دفعه منو امی کمونستان میگه چی میگه؟ قرآن گفته زمین فرش است، علم میگه که کرویست تو باره، دیدی قرآن مخالف ساینس شد؟ بازی میگه والا شکی شدم، نه کافر من شکی شدم. چرا شکی شدی؟ و سماء بنان، و پیدا کرده ایست الله جور کرده آسمان را بنان، چپ آسمان بر شما سقف است، جنس آسمان ها اینه، کل آسمان ها براتان سقف جور شده ایست، مثل که ما اینجا هستیم این دیوال، یعنی چپ سقف ما هست، زمین سقفش آسمان است. و انزل من السماء ماء، سایک رب کی است؟ آن ذاتی که پایین میکند من السماء، از طرف آسمان یا از ابرها، ماء، آب باران را، یعنی کی میتونه آب باران را پیدا کند؟ و توسط آب باران فاخرج، بیرون میسازد الله بهی به سبب امی آب باران، من الثمرات، از انواع میوه ها و غلباب، رزقا، خوراک و منفعت لکم، از برای شما. سعی کنید در اینجا الله میگه که یک معنای دیگه ربی است که از طرف آسمان باران میاره. آیا کسی میتونه؟ هیچ کسی نمیتونه که از طرف آسمان باران بیاره. اگر نمیال ما شما به باران میشیم، خب باید هر روز یک مواد بزنیم پناه باران، بگم آسمان باران بکن. نه امریکا میتونه نه دیگه. اگر الله باران نکنه هیچ وسایل اسباب کار نمیکنه. و توسط این آب باران است که میوه میاد. اگر این باران نشه آب زمین هم خوش میشه، ما شما میمریم. به می خاطر الله میگه و رزق و کن فستما، رزق شما در کجاست؟ در آسمان است. اگه آب باران نبیاد، آب چا بحر کلش خلاص میشه. این که آب بحر وجود داره، چا وجود داره، دریا، کلش از آب چیه؟ با آبی است که از آسمان میاد. ثمرات، انواع میوه، سعی کنید غلباب، گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود و همی اقسام لوبیا و ماش و این گپا کلش شامله. حتی بعضی ها میگوید که ثمرات همی معدنی باب هم، رزق، خوراک و منفعت، یعنی کل اینا را الله بیرون میکنم به خاطر رزق بر شما، منفعت براتون. پس عبادت کی را کنین؟ ای تو یک ذات را کنین. و نتیجه چیست؟ فلا تجعلوا لله اندادا، جور نکنین و نگردانین، عقیده نکنین از برای الله اندادا شرکا، شریک دیگه کس عبادت نکنه. بعضی بوتا و بعضی سنگ و بعضی چوب عبادت میکنه، بعضی رئیس جمهورا را، همیال اوباما را مردمش عبادت دار، رئیس جمهور انگلستان، رئیس جمهور فرانسه را عبادت دار، بعضی رئیس جمهورای خود در کشورهای اسلامی عبادت میکنه. مثلا الله یک حکم میگه یا دیگه چیز؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، علما و پیرای خدا نه، رهبرای خدا نه، اینا رب خدا جور کردن من دون الله. الله یک حکم صادر میکنه، ای دیگه ای چی میگه؟ نه ما همی چیزی که رئیس صاحب جمهور جلالت مآب صاحب بود، از قانون اساسی خود اطاعت میکنه، مسار مقدس است، هر کسی مخالفت بکنه او را دیگه از این خاک نیست. این قانون کی جور کرده؟ بدبخت. قانون الله از قرآن اطاعت کو، برای الله شریک جور نکنین. اگر دیگه قانون انسان پذیرفتی مشرک هستی، اگر اطاعت از مخلوق کردی مشرک هست، پدر باشه مادر باشه، برای الله شریک جور نکنین. و انتم تعلمون، در حالی که میدانین الله شریک نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در الوهیتش و نه در قانونگذاری و فرمان رواییش.
الله به ما شما توفیق بده تا اینجا درس ما شما بس است. ربنا وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اصلح لنا شأنكم ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين. ان مجلسي قران بواد منظري رحمان بواد، ان جای حافظان بواد بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود بادا مبارک بر شما. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیث مصطفی، گویند به تو ای پارسا بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآنی